لتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون قل بقى پیغمبر تحاجوننا آیا شما بحث و گفتمان میکنین با امرای ما فی الله درباره دین الله وحدانیت الله و هو ربنا و ربکم در حالی که الله رب ما معبود ما خالق ماست و ربکم خالق و معبود شماست و لنا اعمالنا و لکم اعمالکم برای ما ثواب اعمال ماست از برای شما جزای اعمالتان است و نحن له مخلصون و ما له برای الله خاص برای الله مخلصون اخلاص کننده هستیم اطاعت کننده به صورت اخلاص مندانه عبادت میکنیم سه که الله میگه که قل اتحاجوننا پیامبر خطاب میکنه ولی پیامبر خود تنها نه صحابه کتی بگو شما کتی ما بحث میکنین نمیگه قل اتحاجوننی و نحنو نمیگه و انا من المخلصین و انا له مخلصون نه مخلصون جمع صحابه کلش کل صحابه اول مسلمان ها را شامله هر مؤمنی که با منهج صحابه است اونا بحث میکردن درباره وحدانیت الله و دین الله بی جای الله میگه قل بگو ای پیامبر بری کافرا کتابی و غیرش اتحاجوننا فی الله تحاجون یعنی حجت پیش کردن دلیل آیا شما مجادله و گفتمان میکنین به امرای ما فی الله درباره شان الله یعنی دین الله وحدانیت الله صفات الله شما بحث میکنین ناحق به این گمان هستین که شما میگین که ما فرزندای الله و دوستای الله هستیم یهودی ها رو میگن و این فکر میکنین که انبیا از شما آمده از غیرش نامدگیست به این فکر هستین شما اینطور فکر میکنین درباره دین الله که تو ما بحث میکنین که عیسی اینه درباره وحدانیت الله یعنی عبادت الله به عقیده توحید به صورت توحید و هو ربنا در حالی که الله که است رب ما است رب ما یعنی معبود ما است خالق ما است و ربکم رب شما ما یعنی رب کل مخلوقات ما بندیش هستیم الله رب است رب خالق است مالک متصرف رازق است معبود بر حق است فرمان روا امر و نهی میکنه الله رب ما است رب این معناست رب شما ما است یعنی شما چرا سرکشی میکنید خالق شما، رازق شما، معبودتان است. ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم. آیا قبول ندارین؟ از برای ما جزای اعمال خود ماست، اگر بد باشه خوب. از برای شما جزای اعمال خودتان است. یعنی یکی گناه دیگر حمل کردنم ایتانم. یکی گناه دیگر حمل کردنم. یا معنایش ایست که ما فعلا که شما کار نداریم، هر وقت که حکم الله بیاد میفهمیم. یعنی اگر کسی میگه که ما قبول ندارم بگو خیلی تو در جزای عمل خدا میبینی من از خدا و نحن له مخلصون و ما خاص از برای الله اخلاص کننده هستیم اخلاص کننده هستیم دین و عمل از برای الله یعنی فقط به خاطر الله عبادت میکنیم از شرک دور هستیم ریا نمیکنیم به خاطر مردم عمل نمیکنیم اخلاص که ایره میگه که به خاطر مردم نباشه شرک اکبر و اصغر ده او نباشه نه شرک کلان باشه که عبادت غیر الله و نه خرد باشه دیگه مطابق سنت باشه اگر کسی صدقه میکنه به خاطر مردم پیش الله ارزش نداره اگر نماز میخونه به خاطر مردم پیش ارزش الله ارزش اگر قرآن میخونه به خاطر که مردم مرا خوب بگویه قاری بگویه مولوی صاحب بگویه پیش الله ارزش نداره اگر دعوت میکنه که باش مردم مرا دایی بگویه پیش الله مردم از مخلصون امی فهمیده میشه که انما الاعمال بالنیات نیتت اعمال به نیت است نیتت صحیح باشه و انما لكل امرئ ما نوا برای هر کسان داده میشه که نیت کرده نیت ما از قرآن چیست ما چرا میال ما شما قرآن میخونیم که خود ما عمل کنیم عمل کنیم عمل رضایت الله را به دست بیاریم نعمت ها و ثواب را به دست بیاریم جنت را به دست بیاریم از آتش دور شویم و عمل کنیم در دنیا خوشبخت شویم زندگی ما راحت باشه زیرا واقعا به دین اسلام عمل کردن ای تو راحت می باش دین اسلام دروغ نیست دروغ کسی نگوید نبشنوی راحت خیانت نیست کسی خیانت نکند راحت است یعنی راحت است سرقت نیست کسی مال تا نگیرد چقدر آبروی عزت ریختاندن نیست کسی آبروی عزت تا دست نزن راحت است یعنی قتل نیست ناحق
کسی تو را در جانت سوی قصد نکنه، قتل و قتال نباشه، دز نباشه، اختطافگر نباشه، سا امن می باشه، چقدر امنیت هم؟ خوش می باشه، امن می باشه، جانت به امن می باشه، هر جای می توانی سفر بکنی، رشوت نباشه، کارت بند نشه در اداره، چقدر خوش می باشه، سود نباشه، چقدر خوش هستی، مردم قرض اصلا نمی تن، آروسیت شد، یک مشکل پیدا شد، می یه ذره بطه، پنجا هزارو می تن، یه لگو می خلاص، سود که دوام میکنه نه؟ زنا و فحشا نباشه، او ناموست به امن است، نکاح مطابق اسلام هم توی که آسان است، آسان باشه، کل جوانا صاحب خانم میشه، کل دخترها صاحب شوهر میشه، کل بچه صاحب زن میشه، دیگه زنا و فحشا باقی میمونه، آرام، خانواده آرام، خانم شوهر اطاعت بکنه، شوهر حقوق خانم هم بشناسه، امنیت خانوادگی، بیرون فساد نباشه، امنیت جامعه، در سیاست مدار ظالم نباشه، امنیت حکومت سیاسی، در زندگی اقتصادی زکات و تعاون و همکاری باشه، اسلامی را میگه، خوشبخت میباشی یا نه؟ یه نبوگو دیگه، پس امنیت و رفاه در نظام اسلام، یک هم چیز به توضیح ضرورت داره، مجبور بگویم یک هم دفعه، وقت هم میگیره، بسیار توجه با. اگر کسی مسلمان ها خودشان خود بدبخت کردن، اسلام هم ماندن، قرآن هم ماندن، این قانون هم ماندن، این نظام هم ماند، بهترین نوع زندگی در نظم و نظام قانون اسلام هست، در تطبیق این نظام است. اگر ما و شما مسلمان ها همی توی یک حکومتی که عدالت کنه، افرادش اطاعت کنه، مطابق نظام الله زندگی کنه، ایتو امنیت، خوش می باشیم، شب دنیای ما بهترین دنیا است، دنیای ما جنت جور میشه و قانون الله است که با زمان یک قوم یک اجتماع از الله اطاعت کنه نعمتهای آسمانی میاید. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. این توی یک دنیا امیال میتانیم که ما امیال در ولایت ها سفر کرده نمیتانیم از جنگ منگ نیست، هر سایه این دنیا آمن میتونی بری، در پیاده برو، شب بگرد، روز بگرد، کسی کار نداره، اسلام تطبیق باشه، در سر بایسکل برو، اگر این مدلم میخواه که حج بیت الله بر عمره سر بایسکل برو، میذاره ورزش ما میشه، صحتمند میباشه، تو خوب سیاحت ما میشه، عبادت ما ذکر کرده و عبادت، لبیک اللهم لبیک، قرار سر بایسکل، یک جای دلم شد تو نان هر جای دکان تا میشم نان باز میرم، کسی چی کار دارم برای؟ مرز نمیگیره، اسلام هم تو مرز نمیشناسه، در اسلام در بین مسلمان مرز حرام است، مرز ماندن نیستن، آزاد برام پس آزاد به هیچ حاجت $1,000 روی چی نیست نی؟ به 5,000 افغانی بخیر خوراک تا میشم از جمعه تا بکن پس بیا، هر وقت مردم در سر باید کرد برو پس بیا، ای تو اسلام هست. ولی ما و شما از اسلام چی کردیم؟ روی گردانیدیم، عملی نمی کنیم، اینجاست که ذلیل هستیم، خب؟ اینجاست که در مصیبت هستیم، اینجاست که در تباهی هستیم، جوان ها را ببینی در بدر میگرد، مصیبت ها را. و نحن له مخلصون، ما خاص برای الله اخلاص کنیم دستیم، یعنی عبادت به صورت خالص بخاطر الله. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. آيا ميقوين شما ميقوين أي يهودية إن إبراهيم يقنا إبراهيم عليه السلام وإسماعيل إسماعيل عليه السلام وإسحاق إسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام والأسباط نواسيزو أولادش کانو هودان و نصارا بودن یهودی یا نصرانی. ای تو میگن قل بگوی پیامبر انتم اعلم ام الله، شما خوب میفهمین یا الله، الله میفهمه که ما یهود نصارا نبودن، یا نه یهود بودن نصارا مسلمان بودن. و من اظلم ممن کتم شهادتن اندو من الله، کیس کلان ظالم از او کسایی که پنهان میکنن گواهی را که پیش از الله گواهی شاهدی را پنهان میکنن، حق بیان حق پنهان میکنن.
وما الله بغافل عما تعملون، نیست الله بخبر از او اعمالی که شما انجام میتین، شما یهود نصارا و هر انسان. الله جزایتان میده، سزایتان میده، بخبر نیست. اینجا رد است به ادعای یهود نصارا. یهودی ها میگفت این بیتی نامی علی هم میگن، میگن ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب و نواسی از انبیا کلش یهودی بودن. امیال هم میگن اون وقت 14 قرن پیش یهودی ها میگفت ابراهیم یهودی بود. ابراهیم چی بود؟ اسماعیل یهودی بود، اسحاق یهودی بود. در حالی که یهودی یک معنای یهود هم میفهمه چیز یهودا، یهودا این بچه یعقوب است. یهود کی است؟ یک فرزندش. کلی قوم به نام یک نفر کردن یهود، بچه یعقوب. یعقوب فرزند کیست؟ اسحاق. پدر یعقوب اسحاق. و پدر اسحاق ابراهیم. پس یهودیت بعد از یعقوب پیدا شد، یعنی یهودا پیدا شد که قوم یهود با نسل یهودا رو یهود میگن. فهمیدیم؟ اینال یک کسی که پسان پیدا شود و یک کسی دیگه پیشتر شده باشد. ما گفتم میتونم که انسان هایی که پیشتر شده در این حزبی که نوجور شده اینی در اینی حزب است. گفتم میتونم. حتی در سوره آل عمران الله میگه، بیان میکنه، میگه یهود بی عقلا. شما میگه چطور ابراهیم میگین که یهودی و یهودیت خوب پسان پیدا شد، تورات و انجیل خوب پسان پیدا شد، نصرانیت خب بعد از عیسی علیه السلام پیدا شده. نصران جایست که عیسی تولد شده، خب؟ یا مسیح بعد از عیسی، نه عیسی بعد از عیسوی که میگن، خب بعد از عیسی. حالا شما ابراهیم چطور میگین عیسوی بود؟ تو وقتی که ابراهیم بود عیسی هیچ وجود نداشت، وقتی که ابراهیم بود یهود هیچ وجود نداشت، قوم قبیله به نام یهود نبود. مثل که یک کسی بگویه ابو بکر حنفی بود، چی بود؟ حنفی بود، حنفی مذهب بود. عقل قبول کرده میتونه. وقتی که ابو بکر بود حنفیت این نبود. امام ابو حنیفه خواهیم در 180 هجری پیدا شده، با در 150 وفات کرده و مذهب حنفی، حنفیت 400 سال بعد از اسلام پیدا شده. اگر کسی بگوید که ابو بکر حنفی بود، عمر زنو حنفی بود، عثمان، علی در مذهب امام صاحب بودن، مذهبی بودن، چقدر ما میگیم بیعقل هست. یا چی میگفتن؟ ابراهیم در مذهب ما بود، یهودی بود، اسماعیل یهودی بود، اسحاق یهودی بود، یعقوب هم، در حالی که یعقوب پس پیش تیر شده. مثلا شما سوره آل عمران رو سعی کنید، این ما یک آیت برتون دور بتون سعی کنید، سوره آل عمران تیز دیگه دور بتین ورقه. در سوره آل عمران الله تقبیح میکنه اینا را، میگه شما چقدر احمق هستین. آیت 65، سر ابراهیم یا دعوا داشتن که یهودی بود، در مذهب ما بود، در دین ما بود، خب؟ آیت 65 سوره آل عمران سپاره 3 الله چی میگه؟ یا اهل الكتاب، ای اهل کتاب یهود نصارا بدبخت، لما تحاجون، چرا بحث میکنین، گفتمان میکنین، جنجال میکنین فی ابراهیم، درباره ابراهیم که میگین یهودی است، یهودی ها میگه یهودی، نصرانی ها میگه نه نصرانی. و ما انزلت التورات والانجیل الا من بعد، تورات و انجیل نازل نشده مگر بعد از این، یعنی یهودیت نصرانیت بعد تورات انجیل پیدا شد. این خوب وقت دیر شده تباری از این چرا چند افلا تعقل و نقل نداره. یک مردم انسان سابقه را در دین خود داخل می کنه، پیش دیر 2000 سال پیش دیر شد. آدم 2000 سال پیش یک حزبی که 2000 سال بعد جور شده، یک مذهب می گید اینی مذهب یهودی ها می گفت ابراهیم یهودی بود، الله می عقل نداری، خوب وقت دیر شده. ها انتم ها اولای حاججتم فی ما لکم بیلم، شما کسایی هستی که بحث بکنین دانچه که علم باشه، فلما تحاجون فی ما لیس لکم بیلم، چرا بحث میکنین دانچه که شما علم نداری؟ والله یعلم و انتم لا تعلمون. اینا باز میگم ما کان ابراهیم و یهودیان، اینا
ابراهیم یهودی نبود ولا نصرانیان، نصرانی نبود ولیکن کان حنیفا مسلما، این ابراهیم مسلمان بود، عقیده توحید استوار بود. و ما کان من المشرکین، مشرک نبود. گفتیم مثالش هم ایست که اونا یهودا میگفتن که ابراهیم یهودی، در مذهب ما در دین ما بود، دین ما قویست که این ابراهیم در دین بود، این اسماعیل بود، اسحاق بود. نه عیسوی ها میگفتن که نه در دین ما بود، عیسوی بود، عیسوی ها میگفتن ابراهیم عیسوی بود. مثالش گفتیم هم ایست که بگویم ابوبکر حنفی ها میگن، ابوبکر حنفی بود، ابوبکر عمر حنفی بود، عثمان علی حنفی بودن، حسن و حسین در مذهب امام سر بودن، عبدالله ابن مسعود اینا. او بدبخت و ظالم، او وقتی شد حتی یکم جاهلا داریم میگه محمد ابن عبدالله رسول الله خاتم النبیین در کدام مذهب بود؟ میگه حنفی بود در مذهب امام سر. بسیار امام سر بد دوست دار. او ظالم، او بدبخت، چی جهالت است. این مرض در یهود بود، عالی مرض در این مسلمان هم چی کرده؟ والا یهود مسلمان فعلا هست، بگوی محمد رسول الله در کدام مذهب بود؟ میگه حنفی بود. شافی ها را که بگوی میگه شافی بود، مالکی ها را بگوی میگه مالکی بود، جعفری ها را که بگوی میگه جعفری بود، شیعه بود شیعه میگه. و حنبلی ها را که بگوی میگه بعض جایل داره حنبلی بود، حنبلی بود. الله می فرماید ای احمقا، ای جاهلا، هم تقولون، آیا شما میگوین نگه پس شرمتان نمیاد؟ یکقدر حیا ندارین؟ میگوین یعنی ادعا میکنین ای اهل کتاب یهود نصارا ان ابراهیم، که بدون شک ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب و الاسباط نواسا یعقوب علیه السلام کانو هودن، یا یهودی بودن. یهودی ها میگفت یهودی بود کلش، نصرانی ها میگفت او نصارا، یعنی این ابراهیم اسماعیل اسحاق اثبات کانو نصارا، نصارا بودن. یه طور میگن ای بدبختا شرمتان نمیاد؟ حمزه بر استفهام انکار، نباید این کپه بگوین قل انتم اعلم ام الله، شما خوب میشناسین اینا را، میفهمین در حالت یا الله، شما یا را خوب میشناسین یا الله، الله خوب میشناسه که یا نه یهودی بود نه نصرانی. این دینا را شما پسند بدعت کردین، جور کردین، واقعا این یک بدعت است، یهودیت نصرانیت. قل انتم اعلم ام الله، آیا شما عالم هستین به دیانت از اینا که در کدام دین بودن؟ یا الله، و الله شایدی میته که یا چی بودن؟ مسلمان بودن. ما کن ابراهیم و یهودی هن ولا نصرانی هن ولا. و دو آیت های دیگه دیدین که یعقوب چی گفت؟ هم کنتم شهدای حضر یعقوب الموت از قال لبنی ما تعبدون من بعدی قالو نعبد الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق اله واحد و نحن له مسلمون، و گفتن ما مسلمان هست. الله میفهمه که اینا در اسلام بودن و از یهودیت و نصرانیت بیزار بودن. ما کان ابراهیم و یهودیان، چه قسم شما ادعا میکنین که در دین شما بود؟ و هم میگفتن دین ما اقیقه قوی شد، مثل که اگام صوفی ها را میگن نه؟ این طریقه چی هست؟ نقش بندی یه کجاست؟ یه از خود رسول الله سلام، رسول الله سلام میگن نقش بندی بود. چشتیش را بگوی چیست؟ خواجه را بگوی چیست خواجه؟ این ابو بکر میگه خواجه بود، خواجه ابو بکر، فهمیدی؟ ما خواجه صاحب هستیم، همین طریقه و دین ما ابو بکر از اوج آمده. این بخاطر هم با حقانی نشان دادن مذهب باطل و طریقه باطل خدا این را میبرن در دنبه یا در جان یک انسان پاک بستش میکنن تا که چی شوان؟ مردم قبولش کنن. نه؟ مثل کمیال سیاسیون بعض کسا سابق تیر شده در بین مردم شهرت داشته، نه؟ وقتی که کاندید میکنه خدا عکس اون مادم در چیز خود میزنه، نه عکس خود، حالا اون یک عکس، عکس عامر صاحب مسعود، نه قهرمان ملی را زده. تو چیستی؟ ما اینه میشتم میگم اینه می، ما یکی هستیم، اینه می فکر ما و در مذهب ما بود میگم. پکولم سر میکنه، پکولم سر میکنه، یک بغلم میمانه ایش ما مسعود هستم میگم. و
و دیگه شب ببینی که خدا یک عکس دیگر را زدنه و خاطر که مردم با خود جذب کنه، خلاص به می دین باطل خود، فکر باطل خود از مردم از این شخصیت ها چی کنه؟ سوء استفاده. این یا از این شخصیت ها سوء استفاده میکنه. یهودی ها میفتن دین ما یک قویست که ابراهیم ده دین ما. چی میگی تو؟ خب ابراهیم ده دین شما بود ها؟ مثل کالی اگر حنفی میگه حنفی ها دقیقه قویست که ابوبکر حنفی بود. ای تو خود گپ نیست کی مذهب نو بوده باشه این قدر. الله میگه هدف ما ایست که گپ ابو فامین. خب این آیت دیتی یک قسم است که میخواییم این قوضات میتونم دیگه هدف ندارم که امیویت خب بفامین و هدفی گپ بفامین و این مرض یهود بفامین و این مرض این ملت هم انتقال کرده این را بفامین و دیگه اصل هدف چیست که بفامیم ما شما دور شاییم. توبه استغفر الله، توبه. این گپار این کارا را نکنیم، این کارای بد نکنیم. ما تابیدار واقعی ابراهیم شویم، تابیدار واقعی اسماعیل، اسحاق، یعقوب و خاتم النبیین، زیرانبیا کل شقیده شکیم، عقیده توحید و به اسلام پابندی مسلمان. نه؟ نهایت هدف اینه میست. کل انتم اعلم ام الله. اونا خواه از یهودیت یا بیزار بودن. حال الله می فرماید و من نظلم من من کتم شهادتن. کیست کلان ظالمتر از او کسی که شهادت پنهان میکنه؟ شاهدی که پیش ازی است پنهانش میکنه از الله. و من ازلموش کیش کلان ظالمتر در کاتمین، در پنهان کننده ها، کسی که شاهدی حق پنهان، حق پنهان میکنه، خصوصا حق بخش عقیده باشه. از اینکه در کلان کافر، کافر میشه انسان. یهود چی میکردن؟ صفات اینجا هدفش چیست؟ صفات خاتم النبیین در تورات انجیل بود که پیامبر بر حق است، یا او را پنهان میکردن. میفتن نه، مثلا میگفت چشمای سیاس رویش بسار واسی است، چهره زیبا داره. میفتن نه، پیامبر آخری که است در تورات نوشته است چشمایش سوز است، رنگش زرد است، میایش زرد است، قدش بسار بلنده. این قسمی سایلش میکن این تو از پیش خود تغییرات میدن. باز که برشان میگفتی که این تو صفت ها خواه است، نه 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 نیستم، یعنی بود در تورات، در انجیل بود پنهان. این را علمای شد، علمای ظالم، علمای یهود بدترین انسان های روی زمین بود در وقتش. حال علمای سو ما داریم که بدترین همو یک مسلمان عادی از او کده بدتر است، به ضد اسلام کار میکنه. و من اظلم ممن کتم، نیست هیچ کسی ظالمتر از او کسی کتم، یعنی اخفا پنهان میکنه. چرا؟ شهادتن این دو من الله، شهادتی که پیش ازیست و از جانب الله برش آمده گید، یعنی آیات تورات انجیل بشارت رسول الله صلی الله علیه وسلم پنهان میکنه. انبیاء کرام در اسلام بودن ایره پنهان میکنه، که انبیاء مسلمان بودن دینشان ایره پنهان میکنه، میگه نه یهودی بود اینطور میگن. و من الله بغافلین اما تعملون، نیست الله بخبر از او اعمالی که انجام میتن، انجام میتین، خطاب باره، نیست الله به خبر به اعمال شما، یعنی الله جزایتان میتن. دهی وعید است، توبه بکنین، از عقیده باطلتان بازگشت کنین، فریب نتین مردم. تلک امتون قد خلد لها ما کسبت و لکم ما کسبتم. حال الله باز تکرار میکنند، تلک اینمی جماعت انبیاء امتون یک امتی بود، قد خلد یقینا تیر شده، تیر شد. لها ما کسبت، برای جماعت انبیاء ما جزای اعمال موس کسبت کسب کرده، هر کس عمل. ولکم ما کسبتم، از برای شما سزای و اعمالی که کسب کردین. ولا تسالون اما کانوا یعملون، سوال نمیشین شما یهودی ها از او اعمالی که اونا کردن. این آیت مستزمن تهدید و تخویف است. یومتی بود تیر شد، انبیا فضل داشتن، برتری داشتن، لها ما کسبت، او هم جزای عمل خدا نمیبینن، ثواب اینا. شما هم جزای عمل بدتان نمیبینین، هر کس کسبش. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. ولا تسالون اما کنتم تعملون، سوال نمیشین شما اما کان یعملون، از اعمال کونا خوب بود بد بود از شما سوال نمیشه، شما از عمل خودتان سوال میشه، از عمل دیگرانی شما خود اصلاح کنین. شما به عمل انبیا که اون پدرای شما هم تیر شده، پدر نبی بوده باشه،
تو با عمل از اون نجات نمیافی که ایمان نداشته باشی، عمل نداشته باشی، تو خودت خود اصلاح کن. هدفی است که اونا تیر شدن. پس در اینجا الله متعال نهایت اینا را توبیخ کرد که خود اصلاح کنی نو بدبختا. دیگه الله با ما شما توفیق عمل نصیب کنه. عبدالله ابن عباس در این باره میگه نصارا میگه کان از اولی ده لیحد ولدون، میگه یک اولاد که پیدا میشه در خانه شد فعطا علیه سبت ایام، هفت روز که تیر میشد. ما شما هم که هفت روز تیر شد حقیقه میکنیم، نی؟ سنت هست. بعضی حقیقه رو هم نمیفهم. من اون روز یک جای رفتم گفتم حقیقه رو میفهمی چی؟ گفت نی والا تا بال نشنیدیم. گفتم اولاد در خانه پیدا شده؟ گفت زیاد. چی کردی؟ گفت شب شش گرفتیم. شب شش. این بدبخت ظالم. عقیده روز هفته میگن، در روز هفته یک گوسفند ذبح کن، حق ذبح را میگه. خب شات و مذبوح شاتی که ذبح شات این را میگه. در بچه دو دانه در دختر یک تا گفته این را میگه. میگه حالا ما هیچ نشنیدیم. میگه هفت روز که سرشان تیر میشد، عبدالله بن عباس میگه سبقو فی ما این لهم، رنگش میکنن در یک آبی که بود بعض برای زیان یقال لهو المعمودی، و آبه آب معمودی میفتن. حال غسل تعمیر، غسل دا آب زرد دایش میکردن. خب لیو طهیروه به ذالک، تا که پاکش کنن. بایی بازو میگو فی از هر گناه پاک شد دیگه کتی ها. و یقولون میفتن هادا طهور مکان الخطان، ای پاک کنن دست در جای ختنه. اگر نی در اسلام ایست که ختنه هم بکنی، سنتش کنی، ای سنت نمیکنن. فاذا فعلوا ذلك صار نصرانیا حقا، وقتی که کارم میکنی نصرانی برحق میشد، برحق نصارا میشد. الله یه آیت نازل کرد که سبغت الله، ما سبغنا ما برنگ دین الله خود رنگ کردیم که اسلام. این دیگه رنگی چی؟ رنگ ظاهری. این رنگ ما را چهره ما را هر قدر زرد کنیم تا که عقیده نباشه صحیح عمل صحیح نیست. و من احسن من الله سبغه و نحن له عابدون. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. آيات 142 سورة البقرة. دري آيات الله تعالى يكبشوي ميكونات خبر ميتا و یک مقدمه است بر تحویل قبله. تحویل قبله یعنی گردانیدن قبله مسلمان ها از قبله سابقشون به قبله نو که الله حکم کرد که کعبه بود، از او خبر میتن. پیشگویی اول هنوزی کار نشده بود. الله میگه بی اقلا میگوین چی سبب شد که مسلمان ها از قبله شد که دو بودن عبادت میکردن روی گردانیدن. الله جواب میده که اختیار پیش الله است، کسی را به یک طرف حکم میکنه یا به این طرف، حکم الله است، دستورش از حق داره، اختیار داره که یک حکم صادر بکنه. پس اصل مناسبتش با ما قبلی است که یهود نصارا میگفتن که قبلی هم بیا بیت المقدس است. یهودی ها میگفتن، نصرانی ها بیت المقدس یعنی مسجد الاقصا. فعلا ما شما میبینیم آن قبضه یهود است. و رسول الله هم در مکه که بود به طرف بیت المقدس نماز میخوان، یعنی قسمی میخوان که هم به طرف کعبه هم به طرف بیت المقدس. در سایه کعبه استاد میشد که روش به طرف بیت المقدس هم بود، یعنی کعبه خود چهار اطراف هم در مسایه استاد میشد که روش به طرف بیت المقدس میبود. این را ابن کثیر میگم. هر وقت که امر شد از جانب الله که روی تا به طرف کعبه بگردن، یهود انتقاد کردن و این را یک ذریعه جور کردن که انتقاد بکنن و اعتراض بکنن، طعن بگوین و عیب بیان کنن. گفتن که محمد شوقش پیدا کردگی است که به طرف مولدش یعنی جای تولدش نماز بخوانه، و زود است که به طرف دین قوم خود بره، یعنی او کعبه مشرکین بود، قبله مشرکین بود و دین
و اصلی بازگشت کنه. الله خبر میته به پیامبر که بی اقلا احمقای گپ میزنه و هیچی کدام دلیلی ندارن و این خبر تحویل قبله را الله میته که هنوز گپ نشده. میگه زود است که داینده بگن ما والله من قبلت ملتی، یعنی یک خبر غیبی است و یک معجزه است که یک گپ از پیش الله میگه باز پسان او متحقق میشه. اینجا الله خبر داد هنوز انتقاد نکده که در آینده سین دلالت باینده میکنه، یا قولان فی المزاری دلالت باینده میکنه، یعنی در آینده بی اقلاب میگوین که چی گپ شد که مسلمان ها روی خدا نه به طرف بیت الله گردانیدن، یعنی کعبه. سبب نزول ازیام می است که برا میگوید که ای آیت و آیت بعدیش که و ما جعلنا میگه لما قدم رسول اسم المدینه، برای ابن عازب حدیث بخاری است، صحیح حدیث، میگه زمانی که رسول اسم آمد مدینه، یعنی از مکه به مدینه، رسول اسم 13 سال در مکه دعوت داد و زندگی کرد، زندگی دعوتی علیه کفر شرک مبارزه کرد 13 سال. بعد از او اجرت کرد با حکم الله، اونجا اسلام تطبیق نشد، نظام جامعه اسلامی جور نشد، مشرکین بسیار مصیبت ها و موانع را ایجاد کردن، هجرت کرد. هجرت کرد به مدینه آمد، در مدینه که رسید 16 ماه برای ابن عازب میگه یا 17 ماه به طرف بیت المقدس نماز خواند. و در مدینه نمیشد که هم به طرف بیت الله بخوانه هم به طرف بیت المقدس. در مکه که بود جای استاد میشد که هم به طرف کعبه هم به طرف بیت المقدس. در مدینه که آمد حکم شد که فقط به طرف بیت المقدس، یا شمال و جنوب است، یعنی به طرف جنوب دیگر روش بود این طرف. و کان رسول الله صلی الله علیه و آله یحب ان یتوجه نحو الکعبه، برام میگه رسول الله صلی الله علیه و آله بود شوق داشت که روی خود را به طرف کعبه بگردانه، یعنی قبلش کعبه شود. الله یا تنازل کرد قن را تقلب وجه که فی السما، بدون شک ما میبینیم تقلب وجه که بار بار گردانیدن روی تا به طرف آسمان، و مثلا بالا را سعی میکرد که وحی بیاد، وحی بیاد روش تغییر بخوره. با صفحه ها و بیقلا گفتن یهودی ها ما والله من قبلت و ملتی کن و علیه، چی سبب شد که یا از قبلشان گشتن، یعنی قبلش بیت المقدس عبده ما، چرا به طرف کعبه رفت؟ الله خبر می تقل لله المشرق والمغرب، یعنی انتقاد یهودی بود که تو ثبات نداری، گاهی یک طرف یک روز به یک طرف می خوانی نماز یک ماه دو ماه، بعد از او دیگه طرف می خوانی، یعنی تو در دینت متردد است. الله جواب می تن که این حکم الله است، منسوخ می کنه. قبلا به طرف بیت المقدس حکم کرده بود، در او بسیار حکمت ها و فواید بود که یهود مسلمان شوه، بعد از او الله حکم کرد به طرف کعبه که روی تا او طرف بگردن. حالا الله زمین خبر میته سیقول صفا، زود است که بگوین در آینده از صفاها بی اقلا من ناسی از مردم ما والله هم که چی سبب شده برای از اینا ما، یعنی کدام چیز والله گردانید همه این مسلمان ها را ان قبلتیم از قبلشان التی آن قبله کان و که بودن این مسلمان ها علیها با او قبله روی خدا نمی گشتاندن، یعنی که چی هست و بیت المقدس هست یا بیت المقدس. قل بگو ای پیامبر لله المشرق والمغرب، خواهد در اختیار الله طرف شرق و غرب، شرق و غرب در اختیار الله. یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، هدایت میکنه کسی را که بخواد به راه مستقیم. سیقولو، زود است که بگویند بی اقلا، یعنی در آینده میگویند. پس صفحه جمع کلمه جمع است، جمع صفیح است، صفیح مفرد شد. صفیح که را میگه جاهل میگه، ضعیف و رای، کسی که رایش نظرش ضعیف باشه، نافام باشه. مثلا در یک مجلس شورا و مشوره میشه، هر که گپ میزنه با سواد و فامیده، یک بی سواد هم یک گپ میزنه، میگه ما مگه اجازه تان باشه، یک گپ میزنه که بخی چندان رای نیست، نی؟ خرابی میکنم. او را صفیح میگم، میگه خب برو بی عقل هستی، جاهل هستی، رای ضعیف داره، گپ گفت. قلیل المعرفه، یعنی معرفتش کم است. ما
منافع را نمی فهمه، ضرر چیزی را نمی فهمه. اصل صفحه در لغت صفحه خفت و رقت میگه، یعنی نرمی سبکی. مثلا عرب ها میگن صوبون صفیحون، صوبون صوب لباس صفیح. لباس صفیح چی معنی؟ وقتی که امو چیزش باریک باشه، تکه باریک باشه، نازک باشه، پخته و یش، او را میگن صوبون صفیحون. خفت سبک، یعنی هم عقلش کم است، سبک است، خفیف است. والله با معنی صرف گردانیدن هم میگه. والله هم صرف هم. پس معنای تو میشه زود است که بگوید در آینده سفها، بیاقلا، جاهلا که هم یهود هستن و همین قسم مشرکین مکه و اینا، اونا هم میگفتن و هم میگفتن که چرا ای پیامبر او طرف نماز خوان بازی طرف آمد و هم انتقاد داشتن. ضعیف العقول من الناس، از انسان ها، از مردم، یهودی ها و مشرکین. ما والله، ما بمانه ایوشین، کدام چیز والله صرف گردانید هم مسلمان ها را، عن قبلتهم، از قبلشان، کانو علیها، علتیان قبله کانو که بودن مسلمان ها، علیها یعنی یصلون الیها، نماز می خواندن به طرف ازو. کدام است؟ بیت المقدس، قبله انبیای سابقه بود. قل بگو ای پیامبر در جوابشان، یعنی ای را به صورت انتقاد بیان کردن، برشان بگو لله المشرق والمغرب، خاص در اختیار الله است همه اطراف، شرق و غرب، شرق، غرب، شمال، جنوب، کلش در اختیار الله. هر طرفی که روی خود ما بگردانیم امو جا امو قبله ماست. ولی الله حکم میکنه مثل که ما شما دعایت قبلی خواندیم، فاینما تولو فثم وجه الله، هر جایی که روی تان دور بتین اینجا ذات الله هست، یعنی قبله است. پس اینجا هم مشرق و مغرب در اختیار الله، شمال جنوب حکم میکنه این طرف نماز بخوانین این طرف دیگه، شما انتقاد نکنین، الله فرمان روای مطلق است. یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، هدایت میکند الله، توفیق میده کسی را که بخواد برای مستقیم، یعنی بندای مؤمنش توفیق میده که هر حکم الله بیاد انتقاد نمیکنه. کافر مشرک است انتقاد میکنه که چرا اینطور شد، چطور شد.